شب گذشته 22 نشست از سلسله جلسات علمی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله لزماسه صادق حسینی شیرازی دامظله در شبهای ماه عظیم رمضان 1443 قمری در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار شد. اولین سوالی که در جلسه علمی دیشب از مرجعیت شیعه پرسیده شد درباره جنس و مقدار زکات فطره بود که آیا قیمت 3 کیلو نان کفایت می کند؟ آیت الله لزما شیرازی در پاسخ فرمودند در مسئله فطره خود ادله داره و مشهور فقها قائل بهش هستن که من اینجور که این آرائه که 41 حاشیه داره دیدم این فقهای معاصر هیچ کدومشون مخالف نیست و اون در فطره نون هم جایز آدم بده خبز. حتی دیدم صاحب جواهر گذشته از جواهر در رساله عملیه که فتواس نجات العباد اونجا تصریح داره که نون و جایز فطریه داد و هر نونی به هر قیمتی باشه وقتی که به خبز این بالخصوص شد وقت نون در مثل ایران تو بازار 3 کیلوش کمتر 20 تومن میشه، میگم کمتر 14 تومن میشه. یعنی بعضی ها رفتن عرض کردم یه چند جا اصلا گرفتن نونها رو و وزن کردن. لحاظه از من پرسیدن به خاطر اینکه تو ایران غالبا مردم توانشون زیاد نیست، حالا یه عده هستن وضع مالشون خوبه اما غالبا خوب نیستن. عرض کردم که فطریه برای شهرستان ها 14,000 تومان، برای تهران که خورده گرونه اونم از باب احتیاط حتی 14 تومن هم احتیاطه. گفتن وزن کردیم 3 کیلو نون 13 تومن 12 تومن شده و برای تهران 20 تومن، این اقلشه. بله مستحب الان فعل الفقیر را بده، مستحب نواجب این اکثر خوراک متعارف خودش، یعنی کسی دوره سال غالبا برنج میخوره، گوشت میخوره، این پول 3 کیلو گوشت بده، پول 3 کیلو برنج بده. اینا مستحباته، اما اونی که الزامیه ظاهرا الان اقلش خبزه. ولهذا من اقل را عرض کردم، به خدا هم عرض کردم خدایا طبق ادله شرعیه من تسهیل بر بنده ها میکنم، تو هم بر من تسهیل کن. خلاصه نباید بر مردم سخت گرفت. گفت این مستحبه، بله، اما خیال نکنن که فطریه باید اینقدر بدن یا اینقدر زیاد، باید بیان کنن چون خیلی ها براشون مشکله. لحاظه اگه گندم و جو میده هر کدومو بده اشکال نداره، حتی گندم و جوی که به مرغ و خروس میدن که یعنی هم سبوس داره هم یه قدر خاک داره، چون زمان معصومین گندم و جوا اینجور نبوده که سبوس نداشته باشه، اون استثناء بوده. حضرت امیر صلوات الله علیه فرمودن ولو شئت لهدیت الطریق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح. قمح پوسکنده اصلا کم بوده زمان معصومین، طرف میگرفته اگه میخواسته تو خونه خودش پوس میکنده اینا رو، یعنی لازم نیست پوسکنده باشه اما با سبوسش که باشه اشکال نداره. آها گندم و جو الان گرونتر از نون در میاد. گندم پرسیدن کیلوی مثلا 10 تومن 8 تومن 9 تومن 11 12 تومنه، اما نون نه کمتره. لذا اقلش نونه و خبز را این عروه 41 حاشیه فقط 3 نفر حاشیه کردن توش، من دیدم که هیچ کدومشون هم زنده نیستن الان، فوت شدن و یکیشون هم اصلا حاشیهش کلا حاشیه است. گفته نون بده فقط یه ریزه بیشتر بده که جبران آبش بشه، یعنی فرض کنید 3 کیلو و مثلا ربع کیلو که اون یعنی آردش رو حساب کرده. اما نون تو بازار الان چنه؟ در ادامه موضوع زکات فطره مباحث دیگری نیز مطرح شد، اینکه فطریه چه مهمانی بر عهده میزبان است، یا اگر مهمان فقیر نیست ولی میزبان فقیر است آیا فطریه مهمان بر عهده این میزبان فقیر است؟
همچنین زکات فطریه یتیمی که شخصی کفیل اوست بر عهده چه کسی است؟ آیت الله العظمی شیرازی به این سوال‌ها نیز پاسخ تفصیلی فرمودند. از دیگر سوال‌های مطرح شده درباره اموال پیدا شده مجهول المالک بود که در اصطلاح فقهی لغته عنوان می‌شود، سوال این گونه مطرح شد که شخصی سال‌ها پیش مبلغی را پیدا کرده و آن را عصیاناً مصرف کرده، الان تکلیف او چیست؟ آیت الله العظمی شیرازی در پاسخ فرمودند: اگر صاحب آن مال را نمی‌تواند پیدا کند، به نظر می‌رسد به جهت دلیل خاص لغته مال حکم مجهول المالک را دارد و امر آن به دست فقیه جامع و شرایط است و حکم سهم امام علیه السلام را دارد و شخص ارزش آن مال را با محاسبه میانگین قوه شرع در آن سال باید بپردازد. خواندن عقد به فارسی، برخی از مستحبات دفن، علم به خطای مجتهد در فتوا، مالک شدن شخصیت‌های حقوقی و روزه یوم الشک از دیگر موضوعهایی بود که در جلسه علمی شب گذشته که به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام پخش می شد، از مرجعیت شیعه پرسیده شد و بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در پخش زنده به یکایک سوالها پاسخ دادند. هر آنچه از اتفاقات و رخدادهای منطقه، شهر یا کشورتان را مناسب پوشش دادن در اخبار شیعه می دانید، از طریق شماره روابط عمومی اخبار شیعه برای ما ارسال کنید. 2-0964-772-290-2299 روابط عمومی اخبار شیعه.